با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی ایران فردا از همینک با برنامه شامگاهی آن سوی خبر آغاز می شود و در ادامه با گزارش روز و تفسیر خبر پی گرفته خواهد شد همینک تا سی دقیقه با آخرین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان با مروری بر سرفصل اهم اخبار و عناوین برگزیده امشب در آن سوی خبر باستاب اظهارات یعصاور و سرد آیت الله علی خامنه خطاب دولت مردان روحانی در موضوع تحریم ها در سوی دیگر همزمان ابراز امیدواری محمد جواد زریف با وعده لقو تمامی تحریم های بین در پی دستیابی به توافق هسته موج جدیدی از تهاجمات جناهی در ماجرای پول های کسیف با ورود تهدیدآمیز فقیه آمولی لاریجانی بحران کشتی های گروگان گرفته شده در تنگه هرموز دستگیری و بازداشت جمعی از ارادتمندان عرفان حلقه در پشت در دادگاه همزمان با محاکمه تاهری رهبر این نهاد ارفانی و بالاخره اظهار امیدواری ها به افزایش قیمت جهانی نفت سرفصل اهم اخبار منتخب و برگزیده امشب پنجشنبه دهم اردیبهشت ماست که در طول سی دقیقه پیش روی از شبکه جهانی تلویزیون ایران فردا در لندن به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید نخست با تازه ترین اظهار موضع علی خامنه نسبت به تحریم ها و دعوت از دولت مردان برای جدی نگرفتن مذاکرات علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی با اذعان به اینکه تحریم های غرب باعث بروز مشکلات در کشور شده با اشاره به مذاکرات اتمی که همکنون در نیویورک در جریان است تأکید کرد که کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست آقای خامنه ای گفت تحریم و فشار بدون تردید نمی تواند جلوی تلاش سازمان یافته و برنامه ریزی شده را برای رونق تولید داخلی بگیرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا آقای خامنه ای روز چهارشنبه در جمع گروهی از کارگران ضمن انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و حرف زدنهای مکرر و بیعملی در مقابله با فساد تأکید کرد که حرف زدن درباره فساد فایده ای ندارد و مسئولان روزنامه نیستند که مدام راجب فساد حرف بزنند آقای خامنه ای گفت برخی میگویند در شرایط تحریم و فشار رونق تولید داخلی امکان پذیر نیست بدون شک تحریم های ظالمانه در بروز مشکلات تأثیر داشته است اما تحریم و فشار بدون تردید نمیتواند جلوی تلاش عمومی سازمان یافته و برنامه ریزی شده را برای رونق تولید داخلی بگیرد. همانند همه اظهارات متناقض این فقیه حاکم در تهران در این راستا عمده روزنامه های وابسته به نهادهای رهبری به طور یک پارچه اظهارات یعصاور علی خامنه ای را همراه با واژگانی تا حدودی نیشاکند و مفهومدار به عنوان تیت نخست صفحه یک برگزیدند از جمله روزنامه کیهان روزنامه تحت امر رهبری ایران به نقل از رهبری ایران تیت زد که کلید مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست که به طور مستقیم گویی یا روند مذاکره هسته ای همینطور مردان مذاکره و دولت روحانی را رو هدف قرار می‌داد. خاصه با بکارگیری واژه کلیدی کلید یعنی کلید مشکلات که میتوان در واقع در تحلیل واژگانی نیشی به شعار تبلیغاتی حسن روحانی تفسیر کرد و یا دیگر روزنامه های نزدیک به طیف اصولگرایان همین تک جمله کلیدی را تیت برگزیدن. ادامه آن سوی خبر با ابراز امیدواری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ی کابینه ی روحانی از لغو تمامی تحریم ها پس از دستیابی به توافق هسته ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ی ایران دیروز گفت در صورت دستیابی به توافق نهایی تا روز سی جوان تحریم ها علیه ایران ظرف چند روز برداشته خواهد شد آقای ظریف که در دانشگاه نیویورک سخنرانی میکرد میگفت امضای توافق هسته‌ای با ایران موجب رفع تحریم‌های سازمان ملل اتحادیه اروپا و همینطور ایالات متحده علیه تهران ظرف چند روز خواهد شد به گزارش خبرگزاری رویترز آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت اگر تا روز سی جوان به توافق دست پیدا کنیم ظرف چند روز قطنامه های در شورای امنیت زیل ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب خواهد شد که برای تمامی اعضا ارزماور آور خواهد بود ایشان میافزود این قطنامه توافق افق یاد شده رو مورد تایید قرار خواهد داد تحریم های پیشین سازمان ملل را ملغا اعلام کرده و روند لغو تحریم های اتحادیه اروپا و پایان تحریم های ایالات متحده آمریکا را نیز به جریان می اندازد این در حالی است که معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است حتی بعد از رسیدن به توافق نهایی هنوز به کمی زمان برای اجرای آن نیاز است ادامه ی برنامه ی آن سوی خبر با تازه ترین هشدار ایالات متحده به کشور هند در رابطه با روابط تجاری با ایران وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا از هند و کشورهای دیگر خواست در بهبود روابط با ایران عجله نکنند و تا زمان امضای توافق نهایی در مورد فعالیت های اتمی ایران صبر کنند به گزارش خبرگزاری رویترز خانم شرمن که در هند به سر میبرد با اشاره به هند و دیگر خریداران نفت ایران توصیه میکرد فقط میخواهم بگویم که خیلی عجله نکنید ما هنوز به توافق نهایی و پایانی دست نیافته ایم خانم وندی شرمن که خود از سران ارشد مذاکره هسته است می گفت ما از این مطلع هستیم که هیچ کس نمی خواهد در رقابت نفر آخر باشد و به ویژه اگر تحریم ها برداشته شود همه میخواهند نفر اول باشند این گزارش هاکیست ایران و هند گفتگوها برای گسترش همکاری در حوزه گاز طبیعی را شروع کرده اند ایران همچنین گفتگوها برای همکاری در حوزه نفت با چین را نیز داشته است ادامه برنامه آن سوی خبر از حوزه نفت و گاز و هند به آخرین وضعیت سرنشینان کشتی مرسک شرکت کشتیرانی مرسک روز چهارشنبه نهم اردیبهشت اعلام کرد که خدمه کشتی توقیف شده توسط ایران سالم هستند ولی هنوز دقیقا به آنها گفته نشده که چرا ایران این کشتی را توقیف کرده است یک مقام ایرانی گفت بدهی شرکت کشتیرانی دانمارکی دلیل توقیف این کشتی بوده است کشتی ام وی مرسک تگریز که با پرچم جزایر مارشال در حرکت بود روز شنبه در تنگه هرمز توسط واحدهای گشت دریایی سپاه پاسداران ایران توقیف و به بندر عباس منتقل شد کور رادینگز از سخنگویان شرکت بینالمللی حمل و نقل دریایی ریت میرس در سنگاپور که این کشتی را در اجاره دارد به خبرگزاری ها گفت که صبح روز چهارشنبه با خدمه کشتی تلفنی صحبت کردند آقای رادینگز گفته است ما مطمئن شدیم که خدمه در کشتی و در شرایط امن و مطلوبی هستند این سخنگو اظهار میکرد که معموران ایرانی هنوز داخل کشتی هستند و تاکنون با نهادهای مسئول در ایران تماسی برقرار نشده است در سوی دیگر مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه طی توضیحی در خصوص توقیف این کشتی می گفت این اقدام در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مطابق با مقررات و رویه های بین المللی انجام شده است و امیدواری مطابق رویه های مشابه پس از حل و فصل بدهی مالی کشتی یاد شده رفع توقیف شده و به مسیر خود ادامه دهد خانم افغان با اظهار اینکه توقیف کشتی بر اساس حکم قبلی دادگاه و به درخواست شاکی خصوصی صورت گرفته است می گفت کشتی مذکور متعاقب توقیف به بندر شهید با هنر در بندر عباس منتقل شده و کلیه 24 خدمه آن که از اطباع کشورهای مختلف هستند در سلامت کامل به سر میبرند و محدودیتی در ارائه خدمات کنسولی به ایشان وجود ندارد. لازم به ذکر است که به استحضار بینندگان برسانیم بر اساس اطلاعات دریافتی کاپیتان کشتی طبعه بلغارستان و افسر دوم طبعه روسیه هستند و سایر خدمه یعنی 13 نفر طبعه کشور میانمار، 4 نفر طبعه رومانی، یک نفر اوکراین، یک نفر انگلستان، دو نفر طبعه سریلانکا و یک نفر طبعه لهستان هستند. اما در تازه ترین اخبار دریافتی، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا می گوید که هنوز از علت توقیف یک کشتی و خطوط مرسک در آبهای خلیج فارس توسط ایران مطمئن نیست و این دومین بار است که ایران در یک هفته به کشتی باربری نزدیک می شود. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز تعهد کشورش با آزادی کشتی رانی در خلیج فارس گفت که علت توقیف کشتی شکایتی است که 15 تا 16 سال قبل به خاطر عدم تحویل محموله علیه این شرکت تنظیم شده بود. کشتی تجاری مرسک تگرس که با خطوط جزایر مارشال در تنگه هرمز حرکت می کرد روز سهشنبه توسط واحدهای سپاه توقیف و به سوی بندراباس هدایت شد اقدامی که به گفته ایران به خاطر شکایت خصوصی از این شرکت بوده است سرهنگ استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اما قبلا اقدام ایران را در نگاه اول تحریک خانده خوانده بود چهارشنبه در همین رابطه اضافه کرد که قایقهای ایرانی یک هفته پیشتر هم به یک کشتی باربری نزدیک شده بودند ایشان میافزود آن حادثه روز 24 آوریل روی داده و طی آن چهار قایق گشتی ایران متعلق به سپاه پاسداران یک کشتی تجاری با پرچم آمریکا به نام مرسک کنگستون را آزار دادند او گفت که قایقهای ایرانی آن کشتی را برای 15 تا 20 دقیقه دنبال کردند رفتاری که ناخدای کینگستون آن را پرخاشگرانه دانست شرکت دانمارکی مرس چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که هنوز دلیل هدایت آن به بنادر ایران را نمیداند و سخنگوی پنتاگون هم میگوید علت حادثه هنوز برای آمریکا روشن نیست چون ایران دلایل مختلفی ارائه کرده سرهنگ وارن گفت این دو حادثه نشان دهنده الگویی از آزار است و اضافه میکرد این مسلما شرایطی را ایجاد کرده که کشتی های باری در آن ظاهرا بایستی خطرات عبور و مرور در تنگه هرمز را مد نظر قرار دهند آمریکا دارای مناسبات دفاعی و تجاری با جزایر مارشال است و مقام های آمریکایی میگویند که هم اکنون مشغول بحث درباره توقیف کشتی مرسک تگرس با مقام های جزایر مارشال هستند تا در مورد قدم بعدی تصمیم گیری کنند از سوی دیگر و در واپسین بخش خبر در ارتباط با این مقوله و موضوع سناتورهای جمهوری خواه لینزی گراهام و جان مکین در ای اقدام ایران در توقیف مرس تیگرس را محکوم کردند آنها اتفاق سه شنبه را یک اقدام تحریک‌آمیز جدی و آمدانه علیه آمریکا و جامعه بینالمللی توصیف کرده بودند همچنان بیننده ی برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید با خبرهایی از حوزه نفت با احتمال افزایش فروش نفت و قیمت نفت در جهان صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی جهش چشمگیری داشته که عمده دلیل آن افزایش صادرات به هند و ژاپن بوده است خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که صادرات نفت ایران طی ماه آوریل نسبت به ماه قبل 450 تا 500 هزار بشکه در روز افزایش رفته است یک منبع ردیابی نفتکش ها میزان کل صادرات نفت ایران در ماه آوریل را یک میلیون و هزار بشکه و منبع دیگر یک میلیون و هزار بشکه در روز ارزیابی کرده است. این گزارش می نویست که طی ماه گذشته صادرات نفتی ایران به شدت کاهش یافته بود اما دستیابی به توافق سیاسی در آخر ماه گذشته میلادی و افزایش احتمال لغو تحریم ها با رسیدن به توافق جامعه هسته ای باعث شده که دوباره صادرات نفت ایران افزایش شود. رویترز می نویشت که ایران امیدوار است صادرات نفت روزانه خود را بعد از توافق جامعه هسته ای که تا اواخر ماه جوان برنامه ریزی شده است حدود یک میلیون بشکه افزایش دهد ده یک منبع ردیابی کشتی ها نیز به رویترز می گفت که علت جهش ناگهانی صادرات نفت ایران بیشتر به فروش نفت به هند می گردد که ماه گذشته نفتی از ایران وارد نکرده بود اما در ماه جاری دوباره واردات از ایران را از سر گرفته است ادامه برنامه با چند خبر حقوق بشری از جمله دستگیری همزمان برخی از شهروندان با برگزاری دادگاه تاهری حلقه ارفان همزمان با برگزاری دومین جلسه محاکمه محمد علی تاهری بنیانگذار عرفان حلقه گروهی از طرفداران او تجمع کرده که ادی از آنها بازداشت شدند. خبرگزاری فارس نوشته است که بازداشت شدگان مربیان گروه عرفان حلقه هستند که پیشتر حکم قضایی علیه آنها صادر شده بود. طرفداران آقای تاهری و عرفان حلقه در شبکه های اجتماعی ویدیوهایی منتشر کردند که به گفته آنها وضعیت امنیتی را در خیابان های اطراف دادگاه نشان می دهد. در صفحه های اجتماعی فیسبوکی که توسط طرفداران آقای تاهری اداره می شود هم خبر بازداشت تعدادی از علاقمندان وی تایید شده است. از جمله به نوشته خبرگزاری فارس خبرگزاری نزدیک به طیفی از نیروهای نظامی سپاه جلسه دیروز دادگاه با حضور آقای تاهری که محکومیت قبلی خود را به جرم توهین به مقدسات در اوین میگذراند و وکلای مدافع او برگزار شده است فارس نوشته است که ستن از مراجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتایی آقای تاهری و معتقدان به عقاید او را مرتد خواندند اما متن این استفتا منتشر نشده است طرفداران آقای تاهری در شبکه های اجتماعی نوشتن که قاضی دادگاه اعلام کرد که جلسه امروز آخرین جلسه محاکمه خواهد بود و قرار شده است که وکلای مدافع باقی مانده دفاعیات خود را به صورت مکتوب در اختیار دادگاه قرار دهند گویا در سطر نخست عرفان حلقه رو حلقه عرفان خوانده بودم که بدین روی از محضر شما بینندگان عذرخواهی می با ادامه آن سوی خبر با ما باشید با خبرهایی از طبقات و اصناف و کارگری چهار فعال کارگری در تهران و سقز بازداشت شدند این دستگیری ها در آستانه روز کارگر صورت گرفت است روز چهارشنبه ماموران پلیس امنیت جمهوری اسلامی با در دست داشتن حکمی ابراهیم مددی و داوود رضوی دو عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را بازداشت کردند. روز سهشنبه نیز محمود صالحی و عثمان اسماعیلی دو فعال کارگری در شهر سقز بازداشت شدند. در همین حال علیرضا محجوب دبیر دبیر کل خانه کارگر از تصمیم ستاد بزرگ داشته هفته کارگر برای برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه خبر داده است در سالهای اخیر مسئولین وزارت کشور و نهادهای امنیتی از صدور مجوز راهپیمایی و تجمعهای وسیع در روز کارگر خودداری کردند آخرین راهپیمایی روز کارگر در سال 86 در تهران برگزار شد. در این راستا روزنامه های امروز نیز به تناسب سیاست های رسانه ایشان و در پی افزایش روزافزون نارضایی ها در طب... میان طبقه کارگر ایرانی به ارائه و انتشار تحلیل های متنوعی پرداختند. از جمله روزنامه خبری تحلیلی شرق در یادداشتی داشتی با عنوان کارگران ایرانی به مسابه یک جنبش به ریشه و پیشینه جنبش کارگری از سال 1289 با نخواستین مطالبات و اعتراضات کارگری از سوی کارگران حوزه چاپ و نشر و نقش اعتراضات و اعتصابات کارگری در انقلاب سال 57 می پرداخت و در روی کردی تحلیلی جایگاه کارگران و اعتراض آنان در پس از انقلاب را وارسی می نمود و چنین نتیجه می گرفت که در این سالها عمدتا وظیفه پیگیری و حمایت از مطالبات کارگری را خانه کارگر به دوش می کشید. با استقرار دولت احمدی نژاد که برکشیده از مطالبات طبقات فرودست جامعه بود شعار برابری و عدالت دستمایه سیاست تود دولت قرار گرفت شعار نفت بر سر سفره مردم و تلاش برای بسیج اجتماعی طبقات پایین دست جامعه در همراهی سیاست های ادالت گرایانه دولت باعث شد تا برخی آغازی نو در تاریخ انقلاب اسلامی را بر پایه ادالت نوید دهند در حالی که دولت معتلفین طبقاتی خیش یعنی طبقه فرودست غیر مولد و کارگران ما قبل صنعتی را هدف قرار داد اما در آشفتگی سیاست گذاری حتی نتوانست همین طبقه را نیز به مقصود برساند نویسنده در پایان اشاره می کرد که اتخاذ سیاست های مخرب اقتصادی و تولید ستیزانه دولت محمود احمدی نژاد موجب شد تا طبقه کارگر به مرور زمان در وانفسای زندگی و معیشت گرفتار شود از اخبار طبقه کارگری میگذریم و مرور می کنیم آخرین واکنش در حوزه پول های کسیف با تازه ترین تهدید فقیه آمولی لاریجانی به رسانه های ایران لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران به رسانه ها برای اطلاع رسانی درباره پولهای کثیف هشدار داد و از دادستان تهران خواست که بر عملکرد رسانه ها در این مورد نظارت کند به گزارش خبرگزاری فارس خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ایران صادق آملی لاریجانی روز گذشته با اشاره به سخنان وزیر کشور ایران درباره پولهای کثیف می گفت که شیوه رسانه ها برای اطلاع رسانی در این زمینه مصداق برخورد تبلیغی ناسحی و جناهی با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است بنابر گفته اظهار آقای لاریجانی برخی رسانه ها سخنان وزیر کشور درباره پول های کثیف را به انتخابات مجلس پیوند زدن که این برخورد نه تنها ناسحی بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه ای همچون افتراست و دادستان تهران باید به با آن در چارچوب قوانین ورود کند. پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران نیز در سحن علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود که اظهاراتش درباره پولهای کثیف در رسانه ها تحریف شده است ادامه برنامه آن سویه هایی تازه تر سویه و رویه از میراس تمدنی و حوزه فرهنگ با خبر تعیین بودجه برای تخت جمشید مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفت برای آثار باستانی تخت جمشید و پاسارگاد بودجه دائمی ملی اختصاص یافته است به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مسعود سلطانی فر که اصر چهارشنبه در جریان سفر هیئت دولت به استان فارس آمده بود اعلام کرد رسیدگی به دو مجموعه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد یکی از اولویت های راهبردی سازمان میراث فرهنگی کشور است و با یک رویداد دیگر تایید خبر بازداشت امرودی معاون شهردار تهران در کویت در حالی که سفیر ایران در کویت خبرهای منتشر شده درباره بازداشت میسم امرودی معاون فرهنگ اجتماعی شهردار تهران هنگام خروج از کویت در روز سهشنبه تکذیب شده بود یک مقام شهرداری تهران این خبر را تایید کرد به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا فرزاد خلفی یا خلفی معاون رسانه‌ای مرکز ارتباطات شهرداری تهران روز سهشنبه هشتم اردیبهشت ضمن تایید این خبر گفت که این اتفاق میتواند به دلیل اخراج آقای امرودی از کووید به خاطر فعالیت های دینی و ضد آمریکاییشان در این کشور باشد. در همین حال علی رضا انایتی سفیر ایران در کویت خبر داد که مشکل آقای امرودی برای خروج از کویت حل شده و وی با اولین پرواز به تهران باز خواهد گشت روز سهشنبه هشتم اردیبهشت خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری فارس خبر داد که آقای امرودی معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران پیش از خروج از کویت در فرودگاه دستگیر شد پس از انتشار این اخبار برخی از وبسایت های نزدیک به اصولگرایان ایران اعلام کردند که وی پیش از این در سال 87 سرپرست مدارس ایرانی در کویت بوده اما به دلیل مواضع ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی و همچنین فعالیت گسترده در حوزه شیعیان کویت از این کشور اخراج شده است و اما امشب پایان بخش برنامه آن سوی خبر امشب یادداشت برگزیده است به مناسبت روز خلیج فارس که در روزنامه شرق به قلم احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اهد اصلاحات انتشار یافت که گویا به تناسب تشدید تنشهای دیپلماتیک بر عرشه کشتی ها و عرصه سکوها و البته همزمان به مناسبت روز خلیج فارس این نوشتار متوجه بیشتر مخاطبان و افکار عمومی قرار گرفت در هر روی روزنامه شرق یادداشت اصلی شماره امروز را با عنوان خلیج فارس ورای جغرافیای سیاسی به حقانیت تاریخی این نام از دیرباز می پرداخت و می کشید و به قلم نویسنده مینوشت، اختصاص روزی به نام خلیج فارس در واقع برای اشاره به اهمیت فرهنگ و تمدن عمیق و پرسابقه مردمانی است که قرنهای متمادی در اطراف آن زندگی کرده ان و خلیج فارس آنها را به یکدیگر پیوند میداده است از انواع خوراک و پوشاک گرفته تا گویش های متنوع محلی و شعر و موسیقی و دیگر مظاهر حیات اجتماعی که همگی جزئی جالب و شگفت انگیز از سرگذشت و زندگی اقوام ایرانی در طول تاریخ بشری است این مقام مسئول حوزه فرهنگی در عهد اصلاحات با ضرورت برخورد منطقی و لازم با تحریفگران نام تاریخی خلیج فارس به ذکر خاطره ای پرداخت که آن را نمونه لازم و ضروری برخورد همه مسئولین در برابر وقایه مشابه برمیشمرد احمد مسجد جامعی در همین رابطه می نوشت چند سال پیش که مسئولیت وزارت ارشاد را بر عهده داشتم نشریه نشنال جیوگرافیک آمریکایی از نام مجعول برای خلیج فارس استفاده کرد و شبکه تلویزیونی الجزیره به این موضوع دامن زد به همین دلیل عذر نمایندگان آن نشریه و شبکه را خواستم و دفتر آنها را تعطیل اعلام کردم این کار با مخالفت از داخل هم روبرو شد زیرا آن را تنرانه می دانستند. اما همین کار باعث عذرخواهی آنها شد و متعاقب آن پیشنهاد روزی به نام خلیج فارس را در پی آورد و روز بازپسگیری هرمز از پرتغالی ها به نام خلیج فارس در تقویم ملی ایران ثبت شد و این جانب میز با بهترین تبریکات به همه هممیهنان عزیزمان از شمال تا جنوب و ضمن شاد باش به این روز برای همه باشندگان همار ایرانیمان در کرانه های بیکران خلیج همیشه بارز اعلام می کنم که وقت برمانه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگروار و با سویه هایی تازه تر از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود